سلام و درود فراوان به شما همراهان همیشگی برنامه رنگ زندگی. عصر روز یکشنبه‌تون سرشار از شادی و سلامتی باشه. شاید خیلی متعجب باشید که برنامه رنگ زندگی تغییر خاصی کرده. نه، ما قرار ویژه برنامه‌های خاصی داشته باشیم و در این ویژه برنامه‌ها از متخصصین در زمینه بهداشت، زیبایی و پزشکی دعوت به عمل بیاریم و از نقطه نظرشون استفاده کنیم. بنابر پیشنهاد شما، ما یکی از بهترین متخصصان میکرو پیگمنتیشن و میکرو بلندینگ رو دعوت کردیم و ایشون الان در استودیو هستن و بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم. میریم یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. عزیز رو در استودیو داریم، یکی از موفق ترین افرادی که در زمینه میکرو پیگمنتیشن و میکرو بلیندینگ دارن کار میکنن. سلام حمید جان، مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و تشریف آوردید. خواهش میکنم، هستم خدمتتون. امیدوارم که بتونم جوابگوی سوالای شما باشم و مثمر ثمر باشم برای برنامه. خوشحال میشم اگر یه بیوگرافی از خودتون به بینندگان ما بدید. من حدودا 22 الی 23 سال سابقه آموزشگاه و آرایشگاه تو ایران دارم. از کارم با تتو شروع کردم و اینجا مدرک کالج رو از مدرک تتو رو از کالج استرالیا در جولای پارسال گرفتم. از اون موقع مشغول به کار میکرو پیگمنتیشن، میکرو بلدینگ هستم و جدیدم مدرک میکرو شیدینگ هم از کالج تتوی استرالیا دریافت کرد. و میشه به ما بگین چه تفاوتی بین تتوی قدیم هست و این روشی که الان استفاده میکنین، همون میکرو پیگمنتیشن یا میکرو بلندینگ، چه تفاوتی دارن با تتوی قبلی یا اصلا تتوی قبلی چرا منسوخ شد؟ درسته، تتو خیلی مشکلات خاصی برای پوست و برای آرایشگر و برای کسی که انجام مشتری میتونست داشته باشه. به خاطر روش غیر صحیح کار، مثل عمق سوزن در جایی که نباید باشه، وسایل غیر استاندارد پزشکی که ازش استفاده میشد، مثلا سوزنهایی که به داخل دستگاه وصل میشه و ممکنه خون، مواد لنفی و یا ترشحاتی که موقع کار همراه با رنگ به داخل دستگاه نفوذ بکنه و عامل بیماری بشه، مثل بیماری هایی مثل ایز، مثل هپاتیت بی، سی و یا حتی تو خیلی از موارد باعث زیگیل می شد که برای برداشتنش مجبور بودن یه تیکه از ابرو رو حتی بردارن. ولی در روش جدید این مشکلات برطرف شده، به خاطر اینکه میکرو پیگمنتیشن به خاطر روش انجام کاره، نه به خاطر به اصطلاح اینکه خیلی ها فکر میکنن در این کار هاشور انجام میشه، در این کار سایه انجام میشه. به وسیله هر دو روش میتونه همه این کارا انجام بشه، ولی تو روش کار فرق میکنه. در میکرو پیگمنتیشن به خاطر استانداردهای پزشکی که دستگاه داره، به خاطر سوزنا و کارتریجای یک بار مصرف که در داخلش به وسیله ممبرهایی که ایزوله میشه و نمیذاره مواد و به اصطلاح خون و ترشحات لنفی به داخل دستگاه نفوذ بکنه، امکان انتقال بیماری رو صفر میکنه. و به خاطر اینکه در دستگاه دیجیتال طوری برنامه ریزی شده که عمق و میزانی که باید سوزن در داخل پوست بره خود دستگاه میده و اینو دانشمندا جوری درستش کردن که هیچ آسیبی به بافت پوست نرسونه و بتونه در نهایت رنگو در جایی که ملانینای پوستو آسیب نمیرسونه تزریق بکنه. در تتو رنگ به جایی میرفتش که کاملا ملانینای پوست ویران میشد و بعد از اون سالها کسی که اون کار انجام میداد با اون کار درگیر میشد و نمیتونست از شرش خلاص بشه، مد عوض میشد، رنگ
به رنگ دیگه ای برمیگشت و این قابل تغییر نبود. ولی در میکروپیگمنتیشن به خاطر اینکه در سطحی از رنگ کاشته میشه که سطح پوسته در قسمت فوقانی پوسته، ما میتونیم رنگ، مدل و به اصطلاح همه اون چیزایی که کار میکنیم، پیگمنت هایی که کار میکنیم و تغییر بدیم و هیچ گونه آسیبی هم به پوست نمیرسه و از لحاظ انتقال بیماری هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی در تتو این مشکلات کماکان وجود داره، همطور هنوز هم با همون دستگاه ها عمل هاشور انجام میشه، عمل سایه انجام میشه و این کار، این من چیزی که میخوام تاکید بکنم اینه که فکر نکنید که اگه میرین جای هاشور انجام میدین پس اون کاریه که مثل کسی که میکروپیگمنتیشن انجام میده. حتما باید اینو بدونین اون که شخصی که کار رو داره انجام میده آموزش میکروپیگمنتیشن رو گذرونده باشه، از دستگاه هایی که استاندارد پزشکی استفاده بکنه و مجوز بهداشت رو داشته باشه تا بتونه اون کاری رو که شما میخواین و اون به اصطلاح نتیجه کار رو، یه چیزی که در نهایت مشکلی برای نه خودش و نه شما ایجاد بکنه. پس علاوه بر اون شکل ظاهری که تتوی قبلی داشت، یه سری مشکلات پوستی و پزشکی و بیماری هم برای اون شخصی که این کار رو انجام میداد به وجود میاد. یعنی در آینده، شاید همون لحظه نه، ولی در آینده مشکلاتی برای فرد ایجاد میکرد. یکی از بیشترین چیزهایی که ما هنوز باهاش درگیر هستیم، شاید 90% مشتریایی که مراجعه میکنن خانمایی هستن که از تتوهای قبلیشون رنج میبرن به خاطر اینکه رنگشون تغییر پیدا کرده و مدلشون دموده شده و اینا میخوان که به سبک جدید در بیان. حالا مجبورن این کارو لیزر بکنن، مجبورن با اسید پاک کنن یا به هر حال حتی زیر عمل جراحی قرار بگیرن. ولی توی میکروپیگمنتیشن به خاطر اینکه ما در سطحی از پوست کار میکنیم که قابل تغییر هستش، این مشکلات رو به هیچ وجه نداریم. حتی اگه اون کار برای خودش بمونه و هیچ دوباره روش ترمیم نشه، به مرور زمان از بین میره و ملانین های طبیعی پوست برمیگرده به سر جای خودش. و چه تفاوتی داره با میکرو پیگمنتیشن با میکرو بلندینگ؟ چه تفاوتی بین این دو هست؟ از لحاظ ظاهری یا از لحاظ ابزار، از چه لحاظ متفاوت هستن؟ کدوم روش جدید تره؟ میکرو بلندینگ روشی که بعد از میکرو پیگمنتیشن اومد، دانش روز الان میکرو بلندینگه. میکرو بلندینگ تفاوتش با تاتو با میکرو پیگمنتیشن به خاطر ابزار دستیه یا مانوئل یا به اصطلاح اون قلمیه که قلم پزشکیه که درست شده و تفاوتش با میکروپیگمنتیشن تو سبک، باز مثلا سبک انجام کاره. ولی یه متخصص، یه کسی که وارد این کار باشه و بدون درست داره چجوری داره باید درست کار بکنه، با همون هندپیس یا با همون قلمی که برای میکروپیگمنتیشنه که اون قلم خاصیت پزشکی داره، قابلیت پزشکی داره، با رنگ‌های معدنی که ما تو میکروپیگمنتیشن و میکروبلدینگ میتونیم استفاده بکنیم، خیلی ظریف‌تر و خیلی بیشتر شبیه به تارای مو میتونه کار بکنه و در حد رویش مو، در خط رویش مو کارا رو، تارا رو اونقدر ظریف کار بکنه که واقعا شبیه به تارهای مو میشه. پس حمید جان، اینجوری که من فهمیدم بین میکرو پیگمنتیشن و میکرو بلندینگ تفاوت خاصی نیست، فقط میکرو بلندینگ یکم ظریف‌تره و شکل طبیعی‌تر ابروه، درسته؟ درسته، هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. میکرو بلدینگ دوامش از میکرو پیگمنتیشن، اینو باید بگم، کمتره. در میکرو بلدینگ اگه تاچاپ نشه، اگه ترمیم نشه، به خودی خود کاملا از بین میره و کاملا ملانینای پوست بعد از یک سال برمیگرده. میکرو پیگمنتیشن دوام یک مقدار بیشتری داره، ولی در هر دوی این متد کسی
کسی که متخصص هستش و کسی که میدونه با این دو ابزار چجوری کار بکنه و رنگ رو در کجای پوست بذاره و از چه رنگی استفاده بکنه، این مهم هستش. خب اگر موافق باشید بریم یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم. با ما باشید، برمیگردیم. برگشتیم، با حمیده عزیز همچنان در استودیو هستیم. حمیده جان، میشه به ما بگین چه کسانی میتونن این کار رو انجام بدن و روش میکروپیگمنتیشن برای چه کسایی ممنوعیت داره؟ در کل برای افراد زیر 18 سال که ممنوع هستش، توی قانون کشور استرالیا به هیچ وجه مجاز نیستیم زیر 18 سال انجام بدیم. برای خانمای باردار ممنوعیت داره، برای خانمایی که شیر میدن تو 6 ماه اول که بچه فقط از شیر مادر تغذیه میکنه ممنوعیت داره، تو 6 ماه دوم به خاطر اینکه بچه میتونه از شیر کمکی استفاده بکنه و 4 ساعت میتونه مادر شیرشو قطع بکنه، ما میتونیم براش انجام بدیم. حتما باید این سوالا بشه برای کسی که داره این کار انجام میده. دوران پریود، اوائل دوران یائسگی، تو خیلی از موارد ممکنه ایجاد بشه، مشکلاتی ایجاد بشه یا رنگ پذیری صورت نگیره که این به خاطر اون عوامل که وجود داره و ما باید در موردش حتما سوال بکنیم. بعد من شنیدم که کسانی که پوست خیلی چرب هم دارن نمیتونن این کار انجام بدن، نمیتونن اصلا این کار انجام بدن یا دوامش کمتره، چه مشکلی برای این افراد به وجود میاد؟ در کل میکرو پیگمنتیشن به خاطر اینکه یا میکرو بلدینگ یا همه این روش ها به خاطر اینکه تو قسمت فوقانی پوست هستش و پوست دائما در حال ریزشه، تو پوستای چرب به خاطر اینکه ریزش رنگ بیشتری داریم، با این مسئله باعث میشه که رنگ کمتر نفوذ پیدا بکنه و دوام کمتری داشته باشه. نه اینکه ما نتونیم روی این اشخاص انجام بدیم، ما میتونیم انجام بدیم، ولی تعداد ترمیم، دفعات ترمیم تو این اشخاص بیشتره. یعنی اینا اینو باید علمش رو داشته باشن که ممکنه بعد از اینکه این عمل رو انجام بدن نیاز به ترمیمای بیشتری داشته باشن. یعنی اگر یه نفر بعد از مثلا 8 ماه به شما مراجعه میکنه، کسی که پوستش چربه مثلا بعد از 4 ماه باید مثلا به شما مراجعه کنه؟ نه، وقتی که ما میکرو پیگمنتیشن رو تو جلسه اول انجام میدیم، در به دنبالش 4 تا 6 هفته بعد ما دفعه دوم انجام میدیم. دفعه دوم که تمام جاهایی که ممکنه رنگ ریخته باشه، کم رنگ شده باشه یا مشکلاتی که در دفعه اول نتونسته رفع بشه، اون قسمت ها رو کار میکنیم، معمولا دیگه رنگ فیکس میشه. ولی توی مواردی که ممکنه مثل مصرف بعضی داروها، کافئین زیاد، مشروبات الکلی، قرصایی که مثلا برای جلوگیری از حاملگی، قرصایی به اصطلاح بیخوابی یا داروهای افسردگی که مصرف میشه، ممکنه رنگ خوب باز هم در دفعه دوم باز هم خوب رنگ نگیره، که در این صورت ما باید براش یه ترمیم بیشتری بذاریم و این کار معمولا فیکس میشه. برای افرادی که پوست چرب دارن دوام این کار معمولا، این کارا معمولا 8 ماه هستش الا 1 سال، و برای کسایی که پوست خشک دارن 1 سال تا 1 سال و نیم دوام داره. یعنی اینکه ما میتونیم بعدش دوباره این کارو شارژش بکنیم. بعد یه سوالی که خیلی برای من جالبه بدونم در رابطش، چون با هم دیگه که صحبت میکنیم میگفتین تو ایران دارن رنگهایی رو استفاده میکنن که واقعا رنگهایی نیستن که برای این کار باشن، رنگهای تتوی بدنن، ولی خب متاسفانه حتی آرایشگاهایی که خیلی معروف هستن دارن همچین کاری میکنن. میشه یه توضیح در رابطه با این بدین که داستان این رنگها چیه و چه رنگی رو شما استفاده میکنید؟ والا من
توی سرچ هایی که توی اینستاگرام یا تو شبکه های اجتماعی کردم اینو مشاهده کردم که آرایشگاه‌های خیلی به نام و خیلی معروف که همراه خودشون شرکت های کمپانی هایی که حالا با مجوز فروش مواد میکروپیگمنتیشن یا میکروبلدینگ هستن به قول خودشون کار میکنن و رنگ‌هایی رو تبلیغ میکنن موقعی که کاراشون رو میذارن به خاطر اینکه اون رنگ‌ها فروش بره که اون رنگ‌ها اصلا رنگ‌های صورت نیستن. ما در میکروپیگمنتیشن مهمترین چیزی که بهش نیاز داریم سلامت پوسته و ما میخوایم زیبا بشیم، ما میخوایم تغییر چهره بدیم، ما میخوایم نقایصمون رو رفع بکنیم، ولی در کنارش باید به سلامتی هم توجه بکنیم. اگه قرار باشه ما به خاطر اینکه زیباتر بشیم بعدها دچار مشکلاتی بشیم، موادی که توش سرب دارن، موادی که توش مشکلاتی ممکنه بعدها برای ما ایجاد بکنن، اینا رو بدون آگاهی استفاده بکنیم، این که واقعا به نظر من احتیاج به یه اطلاع رسانی خیلی گسترده ای داره، چون اکثر جاهایی که من دیدم از رنگ‌های بدن دارن استفاده میکنن. من خودم مدرک آمیا رو دارم، از رنگ‌های آمیا استفاده میکنم. آمیا رنگ‌هایی هستش که زیر نظر بزرگترین دانشمندا و متخصصانی که برای پوست و سلامت توی اروپا که میدونین چقدر توی مخصوصا کشور آلمان چقدر نسبت به این چیزها سخت میگیرن تایو به اصطلاح درست میشه، از اینا استفاده میکنم. رنگ‌هایی که من استفاده میکنم اگه شما بخواید سرچ بکنید و میتونید ببینید، رنگ‌های آمیا رنگ‌هایی هستش که از موادی ساخته شده که اینا برای پوست مفیده. وقتی که ما اونو به وسیله روش کار مثل میکروپیگمنتیشن، میکروبلدینگ یا روش کارهایی که بعدها میاد که متخصصا ازش استفاده میکنن از اون روش ها به داخل پوست میزنیم و پیگمنت های پوست رو باش میخواییم تغییر بدیم، این رنگ ها به ساختار پوست کمک میکنه. من شاید 90% از مشتری های من تو این یک سالی که من اینجا کار کردم به من زنگ میزنم میگه حمید جون ما واقعا دیگه نیاز نداریم که کار انجام بدیم به خاطر اینکه دستت خیلی خوب بوده بعد از اینکه شما برای ما این کار انجام دادی، آره ابرامو رشد کرده، ابرامو دیگه همه جایی که تیغ زدی یا همه جایی که کار کردی دوباره مو در اومده. این به خاطر اینکه مواد معدنی گیاهیه. بله، این مواد به پیاز مو کمک میکنه، درست برعکس تتو که وقتی ما در تتو جایی که سوزن میرفت فولیکولمون رو از بین میبرد، رنگدانه رو از بین میبرد، ویران میکرد، ما یک پیگمنت طبیعی به پوست میدیم و میتونیم با این کار باعث بشه که در ماهای آینده مو رشد میکنه و وقتی که مو رشد کرد به طبیعی تر شدن کار ما خیلی کمک میکنه. خب بریم یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم، یه سر به اتاق فرمان میزنیم، مهمان عزیزمونم یه گلوی تازه کنه و برمیگردیم. امیدوارم تا این لحظه از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. همچنان حمیده عزیز با ما همراهه. حمیده جان، میشه در رابطه با خط لب هم برامون توضیح بدیم و اینکه من شنیدم این روش باعث میشه که لب برجسته تر بشه و حجیم تر به نظر برسه، این واقعیت داره؟ در کل خط لب که یه روش سنتیه و الان توی میکروپیگمنتیشن دیگه مرسوم نیست و اون روشی بود که به وسیله تتو انجام میشد، در میکروپیگمنتیشن بهتره که از هایلایت لب استفاده بشه، یعنی اینکه یه خطی نباشه که فقط یه حالت منظری ناهماهنگ داشته باشه و این دیگه الان قشنگ و زیبا نیست، الان ما هایلایت میکنیم یا لب و کامل رنگ میکنیم. این کار باعث نمیشه که لب حجم پیدا بکنه و یا لب بزرگتر بشه، ولی ما میتونیم لب رو به این وسیله پرتر نشون بدیم. ما میتونیم جایی رو از جایی که میخوایم شروع کنیم با خط لب و به صورت سایه اونو به داخل لب مثل حالت سایش رو منتقل بکنیم و بسیار طبیعی تر میشه. علاوه بر اون میتونیم
در این روش برای کسایی که لبهای ناهماهنگ دارن، یا اینکه در جایی از لبهاشون دچار مشکل هستن، یا اینکه مثلا قسمت بالای لبشون کوچیک‌تر از لب پایینشونه، یا برعکس، ما میتونیم اینو به صورت خیلی قشنگ با هم دیگه هماهنگش بکنیم. بعد این یه نوع روژه لب هم محسوب میشه و اون تاثیراتی که روژه لب داره، حالا سربی که داره نداره و یه چیز طبیعیه. در کل میدونیم که روژه لب ها مواد مضر برای پوست خیلی دارن، مثل سرب، مثل زغال سنگ، که اینا وقتی که استفاده میشه باعث میشه که حالا دچار مشکلات خاصی بشه، مثل تیرگی زیادش. آره، مصرف زیادش باعث میشه که بیماری های پوستی میاره، یا اینکه حتی دچار سرطان ممکنه بشه کسی که زیاد سرب مصرف کنه. و آرایش دائم یا روژ لب دائم میتونه یه آراستگی 24 ساعته به ما بده و در عین حالم یه رنگ طبیعی یا رنگی که دلخواه مشتری رو ما بتونیم با این روش بهش بدیم. بعد طول درمانش به چه صورته؟ چه کارهایی، چه نگهداری نیازه بعد از انجام این کار؟ درسته. در میکروپیگمنتیشن لب، به خاطر اینکه لب هیچ بافت عضله‌ای نداره و کاملا عروق‌های خونی هستن در زیر سطح پوست، ریزش رنگ بیشتری داره. دوره نقاهتش حدوداً برای هر کاری توی میکروپیگمنتیشن 5 تا 7 روزه. 5 تا 7 روز بعد رنگ و پوست سطحی شروع به ریزش میکنه و رنگ واقعی بعد از 10-15 روز خودشو نشون میده. معمولا رنگ انتخابی در روژ لب باید 40% از رنگی که مشتری میخواد تیره تر باشه، از رنگ انتخابی، رنگی که مصرف میکنه کسی که این کارو میکنه، انجام میده. باید 40% از اون 2 تا 3 درجه از اون تیره تر باشه، به خاطر اینکه 40% از رنگ کم رنگ تر میشه. و در کل ما میتونیم رنگی رو که بخواد به رنگ‌های مختلف، رنگ‌های سایه روشن و یا رنگ‌هایی که خود مشتری دوست داره، به دلخواه اون روی لبش بعد از 1 یا 2 ترمیمه بعد اونو فیکسش بکنیم. بعد تأثیری تو ظاهر لب داره؟ یعنی اینکه بعد از اینکه این کار انجام شد و ترمیم شد، آیا باعث میشه کسانی که حالا سیگاری هستن، لبای تیره‌ای دارن، این کار رو انجام میدن، بعد از انجام این کار باعث تغییر رنگ لبشون هم بشه؟ 100%. یکی از مهمترین کاربرداش موقعیه که لب دچار بیرنگیه، بدرنگیه، یا اینکه مثلا تو افرادی که مرتب سیگار مصرف میکنن دچار کبودی یا سیاهی هستن بعضی قسمت‌های لبشون، این میتونه حتی به رنگ طبیعی خود لب در بیاد. حتی توی مصارف پزشکیش میتونه برای لب شکریا که جای اسکار روی لبشونه به رنگ طبیعی پوست در بیاد. و این رنگ بنا به سلیقه مشتری و به اصطلاح مشاوره که ما بهش میدیم میتونه انجام بشه. به پایان این بخش از مصاحبهمون رسیدیم. حمیده عزیز رو هفته آینده همچنان در استودیو خواهیم داشت. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. حمیده جان، اگر صحبت پایانی هست و خدافظی داشته باشید با بینندگان عزیز. خواهش میکنم، هستم هفته دیگه خدمتتون. موفق معاید باشید، روزتون خوش.